به نام خدا سلام عرض ادب و احترام اروپای بزدل چیزی که مکرون خطاب کرد و خب میدونید توی تو سخنرانی قبلیش اشاره کرد که ناتو باید نیروهاش به اوکراین ببره با انتقاد بسیاری از کشورهای غربی روبرو شد و این بار اشاره کرد که بزدلی رو کنار بذاریم ما باید شجاعت بیشتری به خرج بدیم در بحث جنگ روسیه و اوکراین تا این شجاعت ما جلوی تانک های روسی رو بگیره روس ها دارن پیش روی میکنن صد بازدارندگی اوکراین در موقع روسیه شکسته مناطق دارن در فواصل زمانی کمتر از دست میرن خب یک فعال صوتی هم از جلسه فرماندهی نظامی آلمان بیرون اومد که اونا میخواستن با موشک های تاوروس اگر درست تلفظ کنم پولیکریمه رو بزنن تو اون جلسه داشتن راجبش صحبت و تراحی صحبت میکردن بعد از اون آلمانی ها دو دل و مردد هستن که این موشک ها رو بفرستن یا نه روسی ها بازی روانی بسیار بزرگی انجام دادن اینجا سب کنید چی داره روی میده از ابتدای جنگ روسیه و اوکراین یک یک رقابت بین آلمان و روسیه آلمان و فرانسه بود در رابطه با نزدیک شدن به روسیه و کنترل روسیه این یه موضوع که سعی میکردن هر کدوم نقش رهبری این جریان رو به عهده بگیرن چرا چرا به نظر میرسه من من در تحلیل قبلی دو سه بار بهش اشاره کردم این, این تحلیل پویا بود که من خیلی زیبا بود خیلی زیبا بود توی که از تحلیلام گفتم اشاره کردم اسم این عزیزم رو که اشاره میکنه اروپا در اقتصاد باید در اونزا بشه چون به چین خیلی وابسته شده در امنیت هم باید در اونزا بشه چون به آمریکا خیلی وابسته شده اگر اروپای آینده اروپایی هست که حتما باید به این سمت بره در اقتصاد و در امنیت در زا خواهد شد رهبر اون اروپا که خواهد بود این رقابت بین فرانسه و آلمانه اینا اینجا داشته باشید که چندین بار فرانسوی ها هم گفتن اروپا باید یک قطب مجزا باشه این رو در زمان دو گل هم فرانسوی ها دنبال می کردن. حتی در جنگ جهانی خود فرانسوی ها تصمیم گرفتن که وارد بشن و آلمان ها رو بیرون کنن و وامدار کسی نباشن خودشون رو ابتدا ورود کردن تو تو این فضا یک مسئله وجود داره خب مکرو میاد میگه آقا ما باید ناتو رو ببریم توی اوکراین یک خلعه خیلی بزرگ وجود داره هرگاه در رابطه با جنگ روسیه اوکراین میخوایم صحبت کنیم به هر حال هر جنگی در نهایت با یک گفتگو و صلح تموم میشه دیگه حالا یک طرف پیروز میشه یا دو طرف به بنبست میرسن در نهایت با یک گفتگو به برسه اگر فاتح مثلا طرف مقابل روسیه باشه خب مغلوب بعد هر آنچه که روسیه گفت بپذیره. یا اگر به بنبست برسه بعد به فضای نسبی برسن مثل عربستان و یمن یک آتش بس موقت ولی جنگی هم تموم نشده هرگاه در رابطه با جنگ روسی و اوکراین صحبت میکنیم و نوع پایان جنگ یک چیزی خیلی خودشونشون میده در این مذاکره برای پایان جنگ اروپا چه کارتی داره؟ صفر صفر اینجاست که مکرون تلاش میکنه تا کارتی بسازه برای اینکه جلوی پیشروی تانکار روسیه رو بگیره ناتو باید رو به داخل اوکراین ببره یه طرح دیگه هم هست اون طرح چیه این که نیروهای ناتو در مرزهای مستقر بشن دیدم استاد آقای استاد دیدم آقای جعفری خیلی خوب این رو توی کانالش نوشته بود نقشه رو گذاشته بود یکی از اونجا اودسا بود پشت اودسا میشه ترانسنیستریا مولداوی ترانسنیستریا مولداوی ترانسنیستریا یک بخش کوچیک 450 نفریه که عمدهشون روس تبار هستن و خانو پیوستن به روسیه و اگر بخوام به روسیه بپیوندن روسیه باید بندر اودسا تنها بندر اتصالی اوکراین به دریای سیاه رو بگیره اگر ناتو بیاد تو مولداوی امکان پیوستن ترانسنیستریا به, رو، به, روسیه رو بگیره امکان گرفتن در واقع اودسا رو بندر اودسا و روسا میبنده چرا؟ چون روسا متوجه میشن که اگر بخوام برن سراغ اودسا یا از طریق نیروهای ناتو اشغال خواهد شد این یا عامل بازدارنده است اما بحثی که وجود داره اینه که مکروم میگه ما باید ناتو ببریم توی اوکراین این فشار رو به روس‌ها ایجاد میکنه که روس‌ها توی برآوردشون بدونن که اگر پیشروی کنید بعد با ما درگشید. که خب آقای لاوروف خندید این رو غیر واقعی دونست و مزهک نقش فرانسه و آلمان در اروپای اوراسیایی یک مشکل دیگه هم داره فرانسه و آلمان از ابتدای جنگ اگه یادتون باشه یک زمانی ادعاهایی میشد اینکه در وقتی روسیه میخواست به اوکراین حمله کنه ارتش شوورد از ژانویه تا ژانویه چی بعد فوریه حمله کرد هی hey, صحبت این بود که روس‌ها میخوان حمله کنن روس‌ها گفتن نه اینا مزهکه و اینجور هفت تو مقطع یه صحب... شانسون بود نخست وزیر بریتانیا انگلستان تو مقطع صحبتی بود که حتی فرانسوی آلمانی هم گفت خب اوکراین از دست بره ویل کنید با روسان وارد جنگ نشیم تا, تا این میزان ترسیده بودن یه چه می میشد ببینید یه... یه, چیزی که از روز اول دیده شد هم هم اولاف شورت، هم مکرون در دیدارهایی که با پوتین داشتن موفق نشدن که تهدیدهای امنیتی روسیه رو برطرف کنند چرا چون صدی به نام بوریس جانسون و بریتانیا حضور داشت به همراهی آمریکا که هر گونه پواندهی از طریق ناتو توسط آلمان و فرانسه برای جلب اعتماد روسیه رو میبست خب ما در دل یک وضعیت قرار داریم اون وضعیت چیه؟ روسا در حال پیش که چه پوکیانی داره فرو میپاشه فعلا تصلیحات خوبی هم نیومده حداقل امروز مثلا گلوله های توپ 55 میتری میاد که خیلی اینا نیاز دارن با یک باروت خاصی این تولید میشه که اون اون باروت خاص عمدتا طرف چینی ها عرضه میشه و چینی ها عرضه این رو به شدت کارش دادن این یه موضوع پس جپه اوکراین حداقل امروز توانایی مقاومت رو دارد دست میده و سرعت پیشرفت روسا خیلی زیاد شده خب ما با چه اروپایی روبرو شدیم اروپایی که روسیه دست بالا داره هیچ کارتی برای روسیه نداره اروپایی که فهمیده باید در لحاظ اقتصادی و امنیتی در زا بشه اروپایی که یک رقابت فرانسه آلمان برای رهبری آیندهش داره اروپای اوراسیایی که در دل خودش تحت تاثیر بریتانیا آمریکا امکان بازی مستقل رو هم نداره به میگن یه قربانی تر و تمیز بیشتر تمایل دارم بحث روسی و اوکراین رو از لابلای تصمیمات آمریکایی ها دنبال کنم تا فرانسه و آلمان به نظرم میرسه اون نگاه و روی کردهای بریتانیایی ها هست که برام جدی تره تا فرانسه و آلمان بیایید کمی از اون منظر نگاه کنیم از منظر آمریکا و بریتانیا روسیه باید تنبیه بشه برای تنبیه آقای ظریف میگه روسا فریب خوردن و دچار امنیتی سازی غربی ها شدن و در باطلاق اوکراین گیر کردن ولی من اینطور نمیبینم چرا چون روسا اختصارشون سر پاس روسا غیر دلاری کردن تجارت هاشون رو پارتنرهای جیک پیدا کردن بخش عمده ای از تحت امنیتشون رو در اوکراین کنترل کردن در میدان کاملا دست برتر رو دارن امروز این،, این, کلمات مهمه ها امروز خب روس این رو هم میدن که آمریکا در مقابل چین هم و محور مقامت هم و درگی باشه تو چنین ساختاری هنوز آمریکا به دنبال تنبیه کردن روس هاست. هنوز آمریکا تصمیمی نهاره که با روسا کار کنه خب با این وضعیت قفل اروپا سختتر هم میشه یعنی ما در دلش یه, یه صحبت دیگه ای داریم مکرون میگه بیاید بزدل نباشیم بیاید تا میتونیم به اوکراین کمک کنیم این حتی حتی من معتقدم اون صوتی که از جلسه جنرال های ارتش آلمان بیرون اومد کار خودشون بود برای اینکه میخواستن یک بهانه پیدا کنن برای اینکه اون موشک ها رو به اوکراین ندن یا با تاخیر بدن همیشه این کار کردن تو بحث تانک لوپارد دیدید چه داستانایی در آوردن چه فیلمی در آوردن یا روزهای اول که با اوکراین میخواستن تسلیحات بدن این از این شنلای بارونی میفرستادن <applause> بعد کلا میفرستادن همیشه این کار کردن علاقه ندارن به صورت مستقیم رو در روی روسا قرار بگیرن و آلمان یک کشور جغرافی زمینیه آلمان میدونه به هر حال باید با روسیه ده خودش کار کنه و میدونه که همیشه هم از طرف غرب تحت فشار همچی بعده که هم نیست روسا بتونن شرط رو کمی کمی تغییر بدن خب این وضعیت امروز روسیه و اوکراین برای اروپایی ها یک سردرگمی و یک سردرد ایجاد کرد آیا در اوکراین نیروهای ناتو حضور پیدا کنند وارد یک جنگ گسترده با روسیه بشن و این جنگ یعنی ویرانی های زیاد در دل اروپا و یعنی دوباره یک ورتون ووز احتمالا با آمریکا یا چین زی هایی که نابودن و هر, هر طرفی که مثل چین و آمریکا بیاد به اینا کمک کنه صاحب اینا خواهد بود مثل جنگ جنگ دوم اگر حضور پیدا نکنن توانایی برقراری روابط بدون تحت امنیتی با روسیه ندارن چون این این با مخالفت بریتانیا و آمریکا رو به روه اگر بخوان مخالفت بریتانیا و آمریکا رو کنار بذارن با فروپاشی و روح ناتو رو بروند در صورت فروپاشی ناتو خود این کشور باید با هم بجنگن سالها جنگیدن و ما واقعا در, در, اروپا در یک وضعیت آخر زمانی قرار داریم واقعا قرار داریم طبیعیه که یک تصمیم ساده مثل تولید تسلیحات بیشتر و در اختیار قرار دادن انقدر نامنظم باشه ده ده تانک لئوپارد میخوام بدن اینقدر نامنظم باشه گلوله هایی که میخوام بدن اینقدر هواشی داشته باشه و این وضعیتی هستش که باید ببینیم هر چی جلوتر بریم به هر حال این کشورها حالا باید یه کاری کنن بر اساس منافع فردیشون تصمیم بگیرن هرچی جلوتر بریم توی منافع فردی هم شما تو دل اتحادیه اروپا و ناتو کشورهایی دارید که هم فکرن کشورهایی دارید که کاملا غیر هم فکرن این هم فکر بودن غیر هم فکر بودن هم بستگی به شرط جغرافیاییشون داره مثلا خیلی لیتوانی، لتونی، استونی، لهستان نسبت به حمله روسیه به اوکراین سرصدا کردن، تهدید کردن، به روس ها گفتن چون اونها دو دل ماجران اون اولین کشوری هستن که اگر جنگ از اوکراین در بیاد بعد بجنگن او تحت ها رو شاید فرانسه آلمان کمتر فرانسه به نسبت آلمان کمتر پس نوعی از ائتلاف کشورها میتونه اتفاق بیفته وسط فردی و این داره رقم میخوره ها من یه مثال بزنم ببینید مثلا در دل ناتو توافق 50 میلیارد یورویی برای کمک به اوکراین و فشار مدرسان عملا ببخشید منتفی شد و تو شد عملاً چیکار کردن هلند اومد یک توافق دو جانبه با اوکراین بس دو میلیارد دلار بریتانیا یک توافق دو جانبه بس با اوکراین هر کدوم بعد دو جانبه بیان توافق بدن پول بدن تو دل ناتو نشد این این دقیقا همون شکلی که من روز اول حمله روسی به اوکراین به شما گفتم هر چی جلو تبریم راست فراتیا شکل تاری اروپا گسست پیدا میکنه و توافقات و اطلافات دو و سه چهار جان رو بخواهیم شد که خود اروپا رو باید رنگ دیگه ای این وضعیتی هست که در تو اروپا داره رقم میخوره اروپا واقعا یک قربانی تر و تمیز و خوشکله که سالها میشه راجبش در علوم سیاسی مطالعه کرد به هر حال این وضعیت در تا با قضا هم باید تحلیل برم اون شاید خیلی وخیمه خیلی وخیمه تصاویری که از کودکان فلسطینی میاد و اون ش... شکلی که متاسفانه فقط پوستی بر روی استخوانی هست قلب هر انسانی رو به درد میاره ولی عزیزان من پار آیتن من دنیا همیشه این شکلی بوده ها. الان چیزی به نام گوشی موبایل اه... کش شده ساخته شده اینترنت و ما میبینیم خیلی از این فجایی تو همین چند دهه پیش تو خیلی از نقاط بوده که ما ندیدیم از این هم بدتر بوده همینه باید تغییرش بدیم باید تغییرش بدیم غرب استعمال غرب رو باید عقب بزنیم باید عقب به با همین علت میگم تو مشکلاتی که زیاد هم داریم یه چیز بود یه مشکل بزرگتر از اونها داریم راجع به گرانی ها فساد رانت ها از اینا یه مشکل بزرگتر داریم اونم استعمال غرب اول بعد اون مشکل رو حلش کنیم تا بتونیم این یکی رو درمان کنیم این رو فراموش نکنید ممنون از همراهیتون سپاسگزارم بهترینید عالی هستید و عاشقتونم پاینده ایران همیشه ایران برای ایران